بمبافکن های روسیه در حال حمله به موازعی در سوریه این تصاویر را وزارت دفاع روسیه منتشر کرده آنچه در مورد این تصاویر اما جدید است مبدع این بمبافکن هاست وزارت دفاع روسیه میگوید این بمبافکن ها از پایگاه هوایی نوژه در همدان بلند شدند و پس از بمباران مواضع مخالفان دولت سوریه در دیروزور، حلب و ادلب به همدان بازگشتند خبری که مقام های ایرانی هم تایید کردند پایگاه هوایی نوژه یا شاهروخی سابق پایگاه سوم شکاری نیروی هوایی ارتش ایران که در شمال همدان قرار دارد به گفته وزارت دفاع روسیه تعدادی بمبافکن پرواز توپلوف 22 و شکاری بمبافکن سخو 34 از این به بعد از این پایگاه هوایی به مواضع شبه نظامیان داعش و فتح شام در سوریه حمله خواهند کرد حملات هوایی جنگنده های روسیه به مواضع مخالفان دولت سوریه از حدود یک سال پیش شروع شد سقوط یک هواپیمای روسی در ترکیه باعث شد که روسیه مسیر پرواز هواپیماهاش برای حمله به داعش رو تغییر بده این جنگنده ها برای رسیدن به اهدافشون در سوریه مسیر طولانی رو باید طی کردن یکی از مسیرها از دریای خزر ایران و عراق میگذشت این یعنی مسافتی بیش از 2000 کیلومتر اما حالا با پرواز این بمب ها از پایگاه هوایی نوژه در همدان این مسیر 60 درصد کاهش پیدا کرده و شده حدود 900 کیلومتر به این ترتیب بمب های روسیه سوخت کمتری حمل کنند و میتونند به جای اون با حمل بمب های بیشتر قدرت تخریب بیشتری پیدا کنند روسیه همزمان برای شلیک موشک های کروز از دریای خزر از ایران و عراق خواسته اجازه دهند از حریم هواییشان استفاده کند کاری که از پاییز پارسال در جریان است. این مسئله عمق روابط استراتژیک تهران و مسکو را نشان می‌دهد. روابطی که جنگ داخلی سوریه باعث تحکیم بیشتر آن شده. از زمان حضور روسیه در سوریه دولت بشار اسد دست بالا را در رویارویی با مخالفانش به دست آورده. ایران هم که به گفته خودش تنها خدمات مستشاری به سوریه می دهد، حالا نقش مستقیم تری پیدا کرده. زمستان پارسال وزیر دفاع روسیه به ایران سفر کرد و دو کشور قرارداد همکاری نظامی امضا کردند. وزیر دفاع ایران هم چند ماه بعد به مسکو رفت. همزمان با حل اختلافات بین ترکیه و روسیه، امیدها برای یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ در سوریه افزایش یافته. جنگی که تا اینجا صدها هزار نفر را کشته و زخمی کرده و میلیون ها نفر را آواره. مجید افشار بی, بی سی.